قضیه احمد عشقی واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح ملی و بین المللی باعث گردیده است. افزون بر شماری از سفارتخانه‌های غربی و اتحادیه اروپا، رئیس ولیسی جرگن نیز امروز خواستار رسیدگی عادلانه به این قضیه شد. ظاهر قدیر که امروز سرپرستی ریاست مجلس را بر عهده داشت، گفت که ملامت در قضیه باید معلوم شده و سزا ببیند. اما پرسش اینجاست که دولت پس از این چه گزینه قانونی در اختیار دارد؟ در این مورد صحبتی داریم با محمد بصیر حقیار، مسئول شبکه حقوقدانان افغانستان که از استدیوی کابل با ماند. آقای حقیار سلام و خوش آمدین. خب با این که هنوز اتهامات وارده بر آقای دوستم به اثبات نرسیده، اما دولت زیر فشار گسترده در سطح ملی و بین المللی آمده، از لحاظ قانونی رئیس جمهور غنی چه گزینه های مقابل آقای دوستم در اختیار داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و بینندگان شما. ما فکر میکنم که از نگاه حقوقی ضرورت به این پیدا نمیشه که فشار باشه یا نباشه یا رئیس جمهور غنی از کدام گزینه های استفاده کنه. در مورد قوانین نافذه افغانستان صراحت داره و طبق صراحت قوانین افغانستان، خاصتا قانون اساسی که تمامی اتباعی کشور در مقابل قانون دارای حقوق و واجب مساوی میباشند، بنان طبق صراحت این ماده شخص که ادعا کرده که از طرف معاون اول رئیس جمهور مورد لتکوب قرار گرفته و تحت توقیف غیرقانونی قرار گرفته و حتی ای که ازار و اذیت جنسی قرار گرفته، این یک ادعا است و طبق ادعا همچنان اگر در میدان بزکشی طوری که آقای انجینر احمد خان خودش ادعا داره، در میدان بزکشی در صورتی که شده باشه، این بیخی حالت جرم مشهوده میتن. و بدون از اینکه فشار باشه یا نباشه، فکر میکنم قوانین صراحت داره، این باید موضوع تحت پیگرد قانونی قرار بگیره و ادعا یکی از اسباب تحریک دعوای جزایی است. آقای حقیار، شما از ادعا یاد کردین. قبل از اینکه به سوال دیگر خود بپردازم، بیاین که بار دیگر قسمت از سخنان آقای عشقی را بشنویم. بعد از اینکه دمی زیرخانه چهار دفعه مره چپا کرد و زد و باز چه کرد و ده و دشنام، در آخرش گفت چپا کنی نیره. مره از کراش باز از این پای ما میگرفت و تیله میکرد، گاه در زانو میخوردیم و گاهی رفته در پوز میخورد. خب سخنان آقای عشقی رو باز هم شنیدین. آیا ای ادعای آقای عشقی تایی مصاحبه تلویزیونیش که به نشر رسید از لحاظ حقوقی کافی است که به مصابه اتهام علیه جنرال دوستم تلقی شده و معاون اول رئیس جمهور مورد پیگرد قرار بگیره، یا آقای عشقی باید رسما درخواست عدالت کنه تا پس از آن اقدامی صورت بگیره؟ بله، ما فکر میکنم که قوانین افغانستان، خصوصا قانون اجرات جزایی، در مورد تحریک دعوای جزایی صراحت داره و حتی ای که علاوه از ای که خود آقای عشقی یک ادعا میکنه، امی که از رسانه های ماگانی موضوع جرم نشر میشه، یکی از دلال دیگه تحریک دوای جزایی است. بنان دوای جزایی باید تحریک شوه و ای که باز ادعا درست است یا غلط، این موارد بعدی است که بعد از تحقیقات همه جانبه و بی‌طرفانه ای ثابت خواهد شد و در صورتی که ثابت شوه، مطابق قانون جزای افغانستان هر شخصی که مسئول عمل کرده که ادعایی که مثلا آقای عشقی دارن قابل مجازات پنداشته میشه. خب بیاین به قسمت دیگری از گفته های آقای عشقی گوش بدیم که درباره رسیدگی به حقش چی گفته. ما تلاش میکنیم که رئیس جمهور رو ببینیم، تلاش میکنیم که رئیس صاحب اجرایه رو ببینیم، تلاش میکنیم که مسئولین جامعه جهانی رو ببینیم، تلاش میکنیم مسئولین یونما رو ببینیم، تلاش میکنیم نیروهای مسئولین ناتو رو ببینیم، تلاش میکنیم اینه هر آن دری را که ما آدرس پیدا کنیم در قلباب میکنیم و شکایت خود، عرض خود برش شریک میسازیم. خب اگر دولت افغانستان به قضیه عشقی رسیدگی نکند و یا این کار را نتواند، آیا امکان مداخله پلیس بین المللی و محکمه بین المللی جرایم مستقر در هاگ هم وجود داره به نظر شما یا خیر؟
ما فکر میکنم که موضوع جزایی سو طبق محکمه جزایی بین المللی، طبق اساسنامه محکمه جزایی بین المللی او جا جرایم خاص را او اساسنامه پیش بینی کرده که در صورت که اگر به شکل جمعیتی حمله صورت گرفته باشه و تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفته باشه، باز فکر میکنم که در طبق اساسنامه محکمه بین المللی آمده میتانه و در صورتی که افغانستان یا دولت افغانستان نتانه رسیدگی کنه یا نخواهد که رسیدگی کنه، باز در او صورت محکمه جزایی بین المللی میتانه که در این مداخله بکنه و این موضوع را تحت تعقیب قرار بده، بخاطر که افغانستان هم جزء الحاقی این محکمه میباشه و در قبال از او هم مسئولیت داره و هم حقوق داره که ادب افغانستان طبق اینمی اساسنامه میتونه که ادای حقوق خود از محکمه عدالت جزایی تشکر از شما آقای حقیر. در صورتی که ما میبینیم ایجا وقتی که ما میبینیم ای به شکل جمعی نیست، بالا یک جمعیت حمله صورت نگرفته، صرف بالا یک فرد است و ای فکر نمیکنم که شامل رسیدگی محکمه یا اساسنامه محکمه جزایی بین المللی شود. سپاسگزار هستیم از شما آقای حقیر.